فقط چند روز بود که از پذیرش قطعنامه 598 و اتمام 8 سال دفاع مقدس در سال 1367 گذشته بود. پرسنل پایگاه راداری سوباشی همچون گذشته چشمان تیزبین شمال و غرب کشور بودند، اما فناوری لیزری فرانسوی راه را برای اسکادران جنگنده‌های عراق گشود تا رژیم بعثی عقده 8 ساله خود را از پرسنل جانبرکف این پایگاه بگیرد. شهادت همه این عزیزان شهادتی از جنس انتخاب و آگاهانه بود. رژیم بعث برای جبران حقارت بیش از 200 شکست از این سایت راداری که نگینی در گلتپه کبودراهنگ همدان بود، با همراهی منافقین سرسپرده و با پشتیبانی فناوری جدید فرانسوی این سایت را مورد هدف قرار داد. این از موشک های هدایت شونده لیزری بود که از هواپیمای میراج شلیک شد. یعنی اینا نتونستن با بمباران مستقیم و دایرکت بتونن بزنن، چون روزهای قبل این عملیات انجام دادن. در اون روز هم از صبح تا غروب چند هدف رو این سایت شناسایی کرد، توسط موشک ها و توسط هواپیما سرنگون کردن. سوباشی به معنای سرچشمه و پایگاه راداری سوباشی سرمنشأ کنترل آتش در بیش از 37 شهر و 13 استان و وظیفه هماهنگی در زنجیره عظیم پدافند هوایی، رادارهای پیشخدار، رادارهای کنترل آتش، سامانه های موشکی زمین به هوا، شبکه دیدبانی و توپهای ضد هوایی را بر عهده داشت. و سرانجام 19 نفر از دلیر مردان ارتش جمهوری اسلامی مزد زحمات شبانه روزی خود را دریافت کردند و به فیض عظیم شهادت نائل شدند.